اگه حیوان خونگی دارید، سگ یا گربه، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید که توش یه سری دیتا میدم که واسهتون خیلی به درد بخور و کاربردیه. قیمت یه سری کارهایی که بیرون باید انجام بدید چند برابر این کاریه که من تو این ویدیو میخوام انجام بدم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومد. دوستان که توی ترکیه سگ یا گربه رو به سرپرستی میگیرن، یه سری کارا رو باید انجام بدن، مثل چیپ زدن. چیپ زدن که خیلی چیز مهمیه و گزینه بعدی این واکسنشه. واکسن کوزاز رو باید حتما بزنید، هر سال باید بزنید و این هزینه بالایی داره. توی دامپزشکی که برید، من خودم هم قیمت کردم، مثلا قیمت واکسن کوزاز و چیپی که باید بهش نصب بکنن و پرسیدم، چیپ رو حدودا 800 لیر گفتن، واکسن هم 300-400 لیر همچین چیز قیمت بهم دادن واسه کوزاز فقط. ولی توی هر فرمانداری برید یه قسمتی هستش به نام ارمان میدلوه، میرید اونجا چیپتون و این واکسنتون رو اونجا با قیمت خیلی مناسب تر اونجا میزنن. بخواد همین پیشنهاد کنم سگ و گربتون رو برید داخل این مراکز و اونجا کارشون انجام بدید. توی ترکیه اینقدر به حیوان ارزش قائلن که اومدن توی طبقه بالای معمولا فرمانداری ها این بخش رو گذاشتن. تو هر منطقه حالا فرق نمیکنه، هر جایی هستید، بیلی دوزا هستید، سمت مجدیفیو هستید یا اسکودار هستید، عمرانیه هستید، هر جایی هر منطقه‌ای که هستید باید به چیز قسمت ارمان مدیرلوه همون منطقه که همون کایما کاملوکش پیدا کنید مشخصه بالاش معمولا. حالا تو مپ بزنید، بعضی مواقع ممکنه جا به جا هم بشه، جای دیگه هم باشه. این بچه ای داره آبیاری میکنه همه جا رو، منم حواسم به اونها یه ذره. و اینکه میرید اونجا خیلی راحت کارتون انجام میده. بعضی مواقع سرشون شلوغه، بهتون نوبت میدن، میگن مثلا فردا باید بیا انجام بدیم. بعضی مواقع نه، خلوت باشه همون لحظه کارشون انجام میدن. معمولا جاهایی که سگ زیاد دارن، مثلا مناطق سمت بیلی دوزو، باید نوبت بگیرید. واقعا من یکی دو بار واسه سگ قبلی رفته بودم، بهم گفتادن مثلا چند روز دیگه بیا، سگ کس دیگه ای بود قرار به اسم من بشه، چیپینا داشتش، باید تغییر میده، میخواد همین باید نوبت میگرفتم میرفتم که فعلا فرصت پیش نیمد. حالا در واقع سگ قبلیم که چه اتفاقی افتاده یه ویدیو دیگه هم میگیرم توضیح میدم که یه سری نکات اونجا هم داره که ممکنه به درد یکی از دوستان بخوره، اونم حتما یه ویدیو میگیرم بهتون میگم. ولی خب حالا بریم چیپ این بچه رو بزنیم، ببین چقدر میشه قیمتش، بهتون توضیح کاملش هم آخرش میدم. اومدیم چیپ این بچه رو بزنیم. ریکو کامره بک. خب دوستان، ما از این کار میکنم لیکن اومدیم بیرون، رفتیم کار بچه رو انجام دادیم، یه واکسن زدیم باسش، واکسن کوزاز که هر سال بخواید اینجا انجام بدید قیمتش خیلی مناسبه، 50 لیر باسه همون در اومد، 50 لیر و 50 فروش. و واسه این چیپش هم 320 لیر شد کلن. رفتیم داخل یه فرم بود، دوتا فرم رو پر کردم و یه فرم دیگه هم بود که واسه واکسن بود. این سه تا فرم در کار پر کردم، حالا عکس دوستش گرفتم، اون سومیه رو فرصت نشد، بچه بیقراری میکرد دیگه نمیذاشت راحت کارو انجام بدم. بعد اجازه فیلم برداری هم ندادم، گفتم نمیشه چون نهاد رسمی واقعا یه مقدار سخت میگیرم واسه این قضیه. حالا چیکار کردیم؟ رفتیم داخل، منتظر موندیم که نوبت بگیریم. از شانس ما خلوت بود و کارمون رو سریع انجام دادن، گفتن که نیاز نیست وایسید یه روز دیگه بیاید، بیاید همین الان انجام بدید. کار یه کار اداریه دیگه، بالاخره توی ایران هم همینه. یکی دو ساعتی علافمون کردن چون همکاراشون نبود، سر صبح بود، ولی از این نظر جلو بودیم که کس دیگه نبودش اونجا که بخوایم معطل بشیم تا ظهر. اومدن این دو تا فرم دادن به ما، پر کردیم، اطلاعات منو خواستن، اطلاعات کسایی میخوان که کسایی میتونه این کار بکنه تو ترکیه، که کیمبیک ترکیه داشته باشن، یعنی نمیتونی با پاسپورت بدین کار انجام بدی. حالا شاید هم بشه ولی خب شماره کیمبیک میخواستش و
به خاطر میگم شاید نتونید. اومدیم چیپ واسش چیز کردیم، اسمشو تعیین کردیم، جنسیت اینا رو خودتون بدونید، معمولا اینا نمیدونن، منم نمیدونستم، حالا شیواوا نوشتم، امیدوارم شیواوا باشه. حالا ازش یه عکس ویدیو میذارم، شما بگید جنسش چیه واقعا، از هر کی میپرسم یه چی میگه، یا آخرش من خودم نفهمم، باز یه دام پزشکی دیگه ببینم چه جوریه، اون به من اطلاعات بده که بفهمم جنسیت این بچه چیه. بعد اسمشو مشخص میکنید، اسم خودتون میمیسید، حتی قسمتی داره که اسم پدر مادر این بچه هم با شماره چیپشو باید بنویسید اونجا، که من نمیدونستم این شدوم اینا رو خالی گذاشتم، خیلی مهم نیست اینجور چیزا، ولی یه نفر دیگر هم میخوان که شماره گمرک داشته باشه، ساکن ترکیه باشه، که واسه مواقع استعاری چیز کنید به ایشون دسترسی بده، که مثلا اگه سگ گم شد شما رو پیدا نکردن اتفاقی افتاد بتونن این بچه رو به صاحبش برسونن. بخاطر همین شماره دو نفر میخواد، یکی خودتون و دو نفری که در موقع استعاری باش بتونن تماس بگیرن، و جفتتون هم باید کیملیک داشته باشید. اینو انجام دادیم و بردن داخل یه اتاقی مثل اتاقای ماینه‌ای که توی خود همین دامپزشکی هست. حالا اسم دامپزشکی واسه ما یه خورده جالب نیست، حالا چون دام یاد گاو و گوسفند این چیزا آدم میفته، سگه این یه چیز دیگه سن عشقه. بعد حالا چی رفتم اون اتاق، دهنشو با یه گاز استریل بستن که گاز نگیره، یه چیز استوانه شکل ریز بود که NFC داره و دستگاه میزنید روش میشناس، حالا دقیقا نمیدونم NFC چیه، ولی یه اپلیکیشن بود تو موبایل که میگرفتیم و سگ قبلی مثلا این کارو کردیم، نشون میده که اطلاعاتش چیه، شماره اون چیپستش چیه، بعد روی چیپست هم که همه دیتا های شما ثبته، اگه اتفاق چیزی بیفته گم بشه یا هر چیزی میتونه از طریق اون چیپست به شما دسترسی پیدا بکنن، یعنی کسی نمیتونه سگو بدوزه، من یعنی که حالا خیلی ناامید بشم یا اون چیپستو در بیارن و رو نکنن که این سگ رو پیدا کردن. آره داشتم میگفتم این بچه ازش شکایت میکنه، سخت ویدیو گرفتن همزمان باش، ای چمن میبینه خودشو گم میکنه دیگه میره گر بعد از گربا میترسه، دیگه که گربه از این بترسه این از گربه میترسه، کوچولو موچولو اندازه گربه است، خیلی با نمکه، بی سر صدا ناز، اصلا تو مترو همه عاشقش میشن. حالا درباره حمل و نقلم قبلا گفتم، حالا یه توضیح ریزم بهتون میدم. بعد حالا چی رفتیم دهنشو بستن، اون چیپستو زدن، بلافاصله بعدش واکسنشو زدن، یه مقداری سوزنش اذیت میکنه و یه مقدار خونریزی ممکن داشته باشه، ولی خب همون یه پانسمان ریز انجام میدن و سعی خونش بند میاد، اصلا چیز وحشتناکی نیست، من که واقعا از خون این چیزا واقعا بدم میاد، حالم بد میشه، زیاد سخت نگذشت به خود من، یعنی میگم سعیم زیاد متوجه میشه، دو سه ثانیه‌اش متوجه میشه، بعدش دیگه عادی میشه. کارو انجام دادیم، این پروسه انجام دادنش کلا 10 دقیقه رو انجام شد و پاسپورت شناسنامه‌اش هم همونجا صادر کردن، اسمی که خودتون میذارید غلط املایی مواظب باشید نداشته باشه، چون نمیتونن تغییر بدن، یه مقداری میتونن، مثلا من ریکو بود با کی نوشتم بعد ریچوش کردم، یعنی با سی گذاشتم، یه اسم فرانسوی داره بچم، اونو انجام دادیم، اون شناسنامش پاسپورتش گرفتیم و تاریخ اون واکسنش رو زد و هر سال گفتش که میتونی بیا واکسن کوزاز اینجا بزنی، قیمتش از بیرون واقعا ارزان‌تر، 50 لیر واقعا پولی نیست، الان بیرون بخوای برید 2300 لیر کار انجام نمیدن، یه واکسن کوزاز فکر کنم 2300 لیره دقیقا هم نیست چون قیمت گرفته بودم، ولی اون چیپست اون خیلی شیکومال جسم من قیمت گرفتم از 800 به بالا بود، 800 لیر به بالا بود. در کار پیشنهاد میکنم از اینجا استفاده کنید و واسه حمل و نقلم که واسه سگایی که زیر 5 کیلو هن هیچی نمیخواد، نه کوله میخواد نه پوزبند میخواد، همینجا میتونید بغل کنید ببرید. حالا یه سری آدمی مریض پیدا میشن که این وسط مزاحمت ایجاد میکنن، که دقیقا دیروز یه دونه واسه هم پیش اومد و خود ترکا قاطی کنسرش، گفتن آقا اینا بچه آزار نداره، 1% اون آزاری که تو داری با ما میرسونی یا نمیرسونی، حتی قصد سرسنه خب بذار راحت سفر اونو انجام بدیم، انقدر جالب بود واسه من که طرفداری خیلی خوبی داره میکنه از حیوانات. در کل تو حمل نقل عمومی هم اذیت نمیشید، ولی یه پوزبند همراهتون داشته باشید، یا اگه سگ کوچیک دارید یه از این کیسای پارچه‌ای هم میتونید بردارید با خودتون که
یه وقتی مثلا جای گیر دادم بذاری داخل اون، بعدم رد میشه، هیچ کار خاصی نمیخواد بکنی. حتما نباید کوله باشه، کیف باشه، کل پول کیف بدی. حالا من همه تجهیزاتش بچه رو دارم. در کل به این صورت، حالا در مورد سگ قبلی هم چی شد، این سگ رو گرفتم، یه ویدیو میگیرم میذارم. ولی پیشنهاد میکنم سگ واقعا نخرید دوستان، گربه رو نخرید. چی میگن، واگذار شده رو مثلا بگی، واگذاری رو قبول کنید. من واقعا هیچ وقت تو زندگیم پول سگ ندادم، نمیدم، پول گربه هم نمیدم، کلا پول به هیچ حیوانی سعی کنید پول نهید. چون حمایت میکنید از این دوستانی که دوستنماهایی که تو کار طول کشی و این چیزا هستن و به این حیوانات واقعا ظلم میکنن. شما نمیدید اون حیوانی که توی مزرعه اینا هست به چه صورت داره زندگی میکنه. هی تولید مثل میکنه، همونجا میمونه، پدرش داره میت فرکن، اصلا یه خورده وجدان نداره. درباره عقیم سازی این بچه هم حالا احتمالا برم انجام بدم، اونم ویدیو میگیرم و قیمتش میذارم. قیمت های خیلی نجومی گرفتم، مثلا 10-15 هزار لی. ولی خب یه جا پیدا کردم که قیمتش مناسب. اگه تونستم درباره اونجا هم توضیح میدم، ویدیو میگیرم و میگم چه جوجاهایی هست، ازشون دیتا میگیرم. امیدوارم از این ویدیو راضی باشی و این ویدیو به دردتون خورده باشه. حتما به دوستانی که توی ترکیه زندگی میکنن، سگ دارن، گربه دارن، واسه شون بفرستید که این کار انجام بدن. چیپ نزنن جریمه داره، جریمهش هم سنگینه. و حتی اگه جریمه هم نداشته باشه، اگه اون پتشون رو گم بکنن واقعا خیلی دردناکه. من خودم تجربهش کردم، از دست دادن یه بچه رو سر همین واقعا متوجه میشم. اولین کاری که کردم رفتم چیپستشو زدم و واکسنش زدم که خیال خودم راحت باشه، خودم گمش نکنم. مرسی که آخر ویدیو همراه من بودید. تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.